سرخط خبرها حمله موشکی متحد ایران به اسرائیل حملات بیامان حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی و استفاده ارتش اسرائیل از پناهجویان آفریقایی در جنگ غزه به نام خدا و سلام می بسته که خبری از پیک خوش آمدید سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی عملیاتی تلافی جویانه با مشک فراسوت منطقه یافا را در عراضی فلسطین اشغالی هدف قرار دادند او گفت که موشک هایپرسونیک ارتش یمن با طی مسافت زیاد به هدف خود در عراضی اشغالی رسیده و سامانه های دفاعی رژیم اسرائیل قادر به رهگیری آن نشدند سرتیب یحیی سری گفت که موشک جدید با طی مسافت 2040 کیلومتر در عرض 11 دقیقه به اراضی اشغالی رسیده است. سخنگوی ارتش یمن گفت که این عملیات موشکی یمن ترس و حراس را در دل صهیونیست‌ها انداخته است و عملیات منحصر به فرد امروز در چارچوب مرحله پنجم و شاهکار تلاش‌های قهرمانان نیروی موشکی یمن است که توانستند فناوری‌ها را توسعه دهند. او تاکید کرد که مبانی جغرافیایی حملات آمریکا و انگلیس و سامان راداری و جاسوسی و رهگیری هرگز نمی توانند مانع از کمک یمن به مردم فلسطین شود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که دشمن اسرائیلی باید منتظر عملیات های منحصر به فرد باشد و ما در آستانه ای اولین سالگرد عملیات 7 اکتبر هستیم دشمن باید منتظر پاسخ به جنایت های خود علیه بندر الحدیده باشد و حمایت و پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین ادامه خواهد داشت ارتش یمن به نام موشک شلیک شده به سمت اراضی اشغالی اشاره نکرده است با این حال نیروهای مسلح یمن پیش از این در تاریخ پنجم تیرما ماه از موشک های هایپرسونیک حاتم دو رو نمایی کرده و از آنها علیه اهداف سحیانیستی در آبهای دریای عرب مانند کشتی MSC سرا استفاده کردند. رسانه های رژیم اسرائیل صبح امروز از رهگیری یک موشک بالستیک یمن در نزدیکی شهر تلویو اشغالی خبر دادند که به سختی آباشلی که تعداد زیادی موشک پدافندی آن را رهگیری کردند این موشک بنا به گفته رسانه های عبری با طی کردن مسافتی بیش از هزار کیلومتر آسمان یمن عربستان سعودی و اردن و رژیم اسرائیل را در 15 دقیقه طی کرده است حزب الله مقر گردان‌های زرهی تیپ 188 اسرائیل را به آتش کشید. حزب الله لبنان صبح امروز یک شنبه در جدیدترین عملیات علیه رژیم صهیونیستی مقر گردنهای زیر تیپ 188 رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را با دهار راکت در هم کوبید. به گزارش خبرگزاری فارس صبح امروز یک شنبه لحظاتی پس از اصابت موشک بالستیک یمنی به مرکز فلسطین اشغالی و شکست پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در رهگیری آن، رسانه‌های اسرائیلی از موج جدید حملات راکتی و پهپادی حزب الله لبنان خبر داد. and uh... رسانه های عبری از بسیار در آمدن آجیر های حشدار در کلیات شمونا و اطرافان شامیر، لحفوت هبشان، آمیر، کله، شان در شمال جولان اشغالی از بیم نفوذ پهبات های انتحاری انفجار یک پهبات در منطقه متولا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. کانال دوازده تلویزیون رژیم صهیونیستی از به آمدن خسارت در متولا خبر داد و اعلام کرد که بهار راکت از لبنان به سمت منطقه الجلیل و جولان اشغالی شلیک شد. رسانه صهیونیستی گزارش دادند که دست کم چهل پرتابه از سوی لبنان به سمت کریات شمونا و شمال جولان اشغالی شلیک شد اندکی پس از انتشار این اخبار حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در حمایت از مردم غزه و مقاومت شریف آن و نیز در پاسخ به تجاوزات اسرائیل به روستاهای جنوبی لبنان به ویژه حمله اخیر آن به شهرک سنفند مقر گردانهای زرهی وابسته به تیپ 188 در پادگان راویه را با ده راکت هدف قرار داده است حزب الله لبنان همچنین در بیانی های جداگانه اعلام کرد که صبح امروز با ریز پرنده های خود مقر نظامیان اسرائیلی در پایگاه متولا و سامانه فنی در پایگاه المالکیه را هدف قرار داده است ارتش اسرائیل با دادن وعده اقامت به پناهجویان آفریقایی از آنها در جنگ غزه و مبارزه با نیروهای مقاومت فلسطین استفاده می کند. روزنامه هارت صبح امروز یک شنبه گزارش داد دستگاه های امنیتی اسرائیل با سوء استفاده از وضعیت حقوقی پناهجویان آفریقایی و با دادن وعده ی حل و فصل و اوضاع حقوقیشان آنها را جذب کنند و برای جنگ به غزه میفرستند بر اساس این گزارش فرایند جذب نیرو از پناهجویان آفریقایی به صورت منظم و تحت نظارت قانونی مشاور غذایی های امنیتی اسرائیل انجام می شود. اما مقامات اسرائیلی به هیچ یک از پناهجویان اقامت دائم در فلسطین اشغالی ندادند. حدود سی هزار پناهجوی آفریقایی در فلسطین اشغالی سکونت دارند که اکثر آنها جوان هستند. حدود 3500 نفر از این پناهجویان تابعیت سودانی دارند و دادگاه رژیم صهیونیستی به علت قطعی نشدن درخواست اقامت آنها حکم حل و فصل وضعیت حقوقی آنها را به صورت موقت صادر کرده است. به دنبال عملیات طوفان الاقصی بسیاری از پناهجویان برای کار در زمینه های کشاورزی و اتاق عملیات مدنی دو طلب شدند برخی نیز پیشنهاد پیوستن به ارتش اسرائیل را مطرح کردند سرویس های امنیتی اسرائیل این فرصت را مقتنم شمردند و با سوء استفاده از سمایل آنها برای اقامت در فلسطین اشغالی و دادن این وعده به آنها از این پناهجویان برای جنگیدن در غزه استفاده کردند آرس به نقل از یکی از این پناهجویان که برای ادغام شدن در جمعیت فلسطین اشغالی پیشنهاد ملحق شدن به ارتش اسرائیل را به نهادهای اسرائیلی داده بود می نویسد که ابتدا با درخواست او مخالفت شد اما او در ماه های آغازین جنگ تماسی از پلیس اسرائیل دریافت کرد و در این تماس از او خواسته شد فوراً خود را به یکی از مراکز نظامی معرفی کند این پناهجو میگوید به محض که به مرکز مسکور رسید نیروهای امنیتی از او استقبال کردند او گفت به من گفتند که به دنبال افراد خاصی برای پیوستن به ارتش هستند و این جنگ برای اسرائیل موجودیتی است هارتس میگوید با آنکه چند هفته گفتگو میاد این پناهجوی آفریقایی و فردی که خود را مسئول دستگاه های امنیتی اسرائیل معرفی کرده جریان داشته اما او خواسته ارتش اسرائیل را نپذیرفته است چرا که محکمی برای حل و فصل وضعیت حقوقی به او داده نشده است هارت به نقل از چند منبع امنیتی نوشت که اسرائیل از پناهجویان در معمولیت های خطرناکی در چند عملیات استفاده کرده که برخی از آنها رسانه ای شده است. طبق این گزارش برخی از افرادی که به ارتش اسرائیل پیوستند در عملیاتهایی شرکت داده شدند که به آنها اعتراض داشتند و اعلام کردند که این کار سوء استفاده از افرادی است که به دلیل جنگ از کشور خود فرار کردند. هارت می نویسد اما صدای این افراد را خاموش کردند. بر اساس این گزارش با در برخی درخواست پناهندگی تعدادی از پناهجویان آفریقایی مورد بررسی قرار گرفت اما وضعیت حقوقی هیچ کدام از پناهجویان تا این لحظه حل و فصل نشده است هارس میگوید های امنیتی اسرائیلی درخواست حل و فصل وضعیت حقوقی گروه دیگری را که در جنگ شرکت داشتند دادن و اکنون نیز وزارت داخلی این رژیم در حال بررسی امکان جذب نیرو از نسل دوم پناهجویان آفریقایی است افرادی که به آنها گفته شده اگر در جنگ شرکت کنند وضعیت حقوقی آنها و خانواده هایشان حل و فصل خواهد شد. ممنونیم از اینکه تو پایان این خبری یعنی با ما همراه بودید